با درود به بینندگان برنامه مانگا و اهورا. در این برنامه ما میخواییم واژه های پدر، مادر، برادر، دختر را افشا کنیم و بگوییم که این واژه ها چگونه پدید آمده اند و چه معنی میدهند. ما با بیان معنی این واژه ها بخشی از تاریخ را افشا کرده ایم. ولی در واقع این ما نیستیم که تاریخ را افشا می کنیم. این خود واژه ها هستند که تاریخ پیشینیان ما را افشا می کنند. تنها کاری که ما کرده ایم این است که این واژه ها را از هم شکافته و جدا کرده و معنی آنها را پیدا کرده ایم. و با پیدا کردن معنی این واژه ها به راز زندگی و اندیشه ایرانیان باستان پی برده ایم. ما در اینجا از واژه پدر آغاز میکنیم که ببینیم چگونه پدید آمده و چه معنی میدهد. واژه پدر کوتاه شده آپادا دار میباشد. واژه دار همچنان که شاید همه بدونن در فارسی معنی خانه را می دهد. مثلا می گویند دار دنیا، یعنی خانه دنیا. و یا به معنی دار زدن هم به کار برده می شود. مثلا دار آویختن، به دار زدن. در اینجا به معنی درخت به کار برده شده است. به دار زدن یعنی به دار آویزان کردن، به دار آویختن. پس دار در واقع یعنی درخت. در گویش کردی به درخت هم درخت میگن و هم دار میگن و همچنین به یک شاخه از درخت که افتاده باشه و یا بریده شده باشه دار میگن. و به تنه درخت که بریده شده باشه یا خشک شده باشه و افتاده باشه بازم دار میگن. پس دار در واقع به معنی درخته. این واژه دا همچنان که در بخشای پیش گفتم با نام یکی میشه و یک واژه نوینی رو تشکیل میده. این واژه در واقع حرف تعریفه که من در آینده درباره این سخن خواهم گفت. حرف تعریف در گویش فارسی به کار برده نمی شود ولی در گویش کردی به کار برده می شود، همچون انگلیسی. واژه آپا یعنی بالا. این آپا همان آپ است که در انگلیسی به کار برده می شود. واژه دام که گفتی حرف تعریفه. حالا اگر اینو بخوایم به انگلیسی بنویسیم می شود the up. اینی که ما میگیم واژه های ایرانی در انگلیسی و گویش های اروپایی و عربی زیادن، اینها ریشه تاریخی دارند. بعدن خواهیم گفت که این ریشه تاریخی چگونه از کجا سرچشمه میگیرد. ایرانیان باستان از شاخه درختان برای خودشون خانه درست کردن و این واژه نشان می‌دهد که ایرانیان باستان همچون ما دارای خانواده بودند. همچنان که ما
میگیم، میخندیم، گریه میکنیم، کینه به دل میگیریم، عاشق میشیم، همدیگر رو دوست میداریم، جنگ میکنیم، قهر میکنیم، آشتی میکنیم. احساسات تو خودمونو نسبت به دیگران بیان میکنیم، میخوانیم، شعر میگیم. ایرانیان باستانم دارای خانواده بودن و همچون ما زندگی میکردن. ایرانیان باستان همچنان که ما در فکر زندگی خودمون هستیم، خونه میسازیم، وسایل خونه فراهم میکنیم، کار میکنیم. ایرانیان باستانم همچون ما زندگی میکردن، تنها با این تفاوت که ایرانیان باستان در آغاز پیشرفت بودند و ما در اوج پیشرفتیم. ایرانیان باستان از شاخه درختان برای خودشون هر خانواده خانه درست میکردن، مثل حالا کپر، آلونک، کلبه، هرچی. و یک خانواده در این زندگی میکردن. و چون این کپر یا آلونک یا این خانه رو از دار، از شاخه درختان درست میکردن، در نتیجه همین نام دار رو روی خانه گذاشتن، روی کلبه خودشون گذاشتن. چرا که نه، همچنان که شما میبینید یک گنجشک از پوشال برای خودش لانه میسازه، یعنی خانه میسازه. گنجشکی که میتونه برای خودش خانه بسازه، انسانی که مغزش هزار بار پیچیده تر از مغز گنجشکه، آیا به نظر شما به شعورش نرسیده که از گنجشک یاد بگیره و از شاخه درختان برای خودش خانه بسازه؟ و این واژه یا این واژه ها نظریه تاریخی که میگن انسان ها در غار زندگی میکنن، میکرده اند، این هم را رد میکنند. مگر شما چند تا غار در ایران میبینید، همین ایران خودمون، که ایرانیان اومده باشن تو غار زندگی کرده باشن؟ ایرانیان از شاخه درختان برای خودشون جای زندگی فراهم کردن، و چون از شاخه درختان این جای زندگی رو فراهم کردن و به شاخه درختان دار میگفتن، در نتیجه به خانه هم دار گفتن. واژه آپا یعنی بالا، معنی واژه آپا یعنی بالا، ولی در اینجا یعنی بزرگ خانه. بزرگ خانه کی بوده؟ پدر بوده. آپا داد دار، کوتاه شده پدر. برخی از گویش ها به جای آپا می گفتن آفا. البته در زبان لاتین پاتر میگن، که همون دارو ت تلفظ میکنن در زبان لاتین. واژه آفا هم گویشی از آپ هست، اینم معنی بالا رو میده. آفادادار هم یعنی بزرگ خانواده، که همون پدره. این هم کوتاه شده فادر، که در انگلیسی فادر می نویسن. واژه مادر هم واژه مادر هم کوتاه شده مادا دار می باشد.
واژه ما گویشی از مان است که همچنان که گفتیم مان یعنی ماده، ولی برخی از گویش ها دیگه نونشو نگفتن، فقط ماشو گفتن. همچنان که پیشتر گفتم همه واژه ها دارای گویش های گوناگونی بودند، تنها یکی دو سه چار پنج شش یا ده تا بیست تا نبوده، خیلی بودن گویش ها، خیلی بودن. ولی برخی از گویش ها در میان دیگر گویش ها جا افتاده، برخی ها جا نیفتاده و یا به معنی دیگری به کار برده شدن که در آینده خواهیم گفت. پس ما یعنی ماده، دارم که همون یعنی خانه. حالا معنی واژه ماده دار یعنی ماده خانه، که این ستا واژه یکی شدن، کوتاه شده، شده مادر، که در انگلیسی هم تقریبا همینه، یعنی آهنگ صدا همین مادره، مادر، ولی با او می نویسن. واژه برادر، واژه برادر کوتاه شده برادر واژه برادر کوتاه شده برادر دار واژه برا یک گویشی است از فرا و پرا. این سه تا واژه در واقع یک معنی میدن که با گویش های گوناگون بیان شدن. فرا و پرا و برا از واژه های مهم هن که بعدا خواهم گفت که چگونه این واژه ها واژه های دیگری رو ساختن. معنی اصلی و پایه‌ای برا یا فرا یا پرا یعنی گسترش. حالا اگر ما بخوایم این معنی اینو واژه‌ای بگیم یعنی گسترش خانه، دار یعنی خانه، گسترش خانه. ولی معنی پنداری برادردار یعنی کسی که با گزینش همسر و با بچه دار شدن خانواده رو گسترش میده. به فرزند نرینه خانواده گفتن برادردار، زیرا این فرزند میتونسته همسر برگزینه و یک خانه دیگه در کنار خانواده خودش برپا کنه. در نتیجه شده دو تا خانه. به همین سبب به فرزند نرینه خانواده گفتن برادردار، یعنی گسترش دهنده خانه. حالا اگر یک خانواده چهار تا پسر داشته، خب چهار تا خانه دیگه درست میکردن، با خانواده پدری خودش شده پنج تا. از این نظر بهش گفتن برادردار، گسترش دهنده خانه. برادردار کوتاه شده، شده برادر. من در اینجا این برنامه رو به پایان میرسانم. تا برنامه آینده شاد زی، شادکام باشید.